وحشت سهامداران و سرمایه گذاران از وضعیت بازارهای عمده سهام در گوشه و کنار جهان، سقوط کم سابقه شاخصها و قرمز پوش شدن تابلوها. اوضاع در بازار بورس چین روز سه‌شنبه هم نگران کننده بود. افت شاخصها ادامه یافت و بازار اصلی بورس این کشور 6% افت کرد. روز دوشنبه هم شاخصهای اصلی بازار 8.5% سقوط کرده بود و ظرف یک روز عملکرد مثبت بازار در 8 ماه گذشته را برباد داد. دولت چین امروز برای 5مین بار در 9 ماه گذشته نرخ بهره را کاهش داد تا بلکه سرعت رشد اقتصادی را که پایین آمده بالا ببرد. همین رشد اندک باعث سقوط بازار بورس چین شده و البته رشد اندک اقتصادی در چین آنقدر سهامداران دیگر بازارهای سهام از آسیا تا آمریکا را نگران کرده که همه فروشنده شده اند و در نتیجه همه بازارها در روز دوشنبه کماکان مانند چین در وضعیت قرمز بودند. امروز البته بازارهای آسیایی عملکرد بهتری داشتند و شاخصها در کره جنوبی و هنگ کنگ مثبت بودند. در این میان برخی از تحلیلگران میگویند با پایین آمدن قیمت سهام حالا وقت خوبی برای خرید است. در چند روز گذشته و با عقب نشینی بازار قیمت سهام منصفانه تر شده و در واقع ارزان تر است. این می تواند فرصت مناسبی برای خرید سهام و سرمایه گذاری بلند مدت باشد. اما در آمریکا بازار بورس نیویورک هم از سقوط شاخصها در امان نبوده. شاخص داو جونز از هفته گذشته به این سو حدود 2000 واحد از ارزش خود را از دست داده. آن هم در شرایطی که کاخ سفید میگوید اقتصاد آمریکا قوی است و جای نگرانی نیست. شاخصهایی مانند بیکاری و میزان فروش خانه در آمریکا هم همین را میگوید. ولی اینها مانع از حملات تند جمهوری خواهانی نمی شود که کمپین های انتخاباتی خود را برای سال 2016 برپا کردند. کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جریان تحولات بازارهای جهانی گذاشته شده. امروز سه‌شنبه شاخص اصلی بازار بورس نیویورک عملکرد بهتری نسبت به چند روز گذشته داشت و بالا رفت. و در نهایت اینکه اگرچه بازار بورس تهران ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد، اما سهامداران این بازار هم مدت هاست که شاهد سقوط شاخصهای بازار هستند. آن هم در حالی که انتظار می‌رفت بعد از توافق جامعه هسته‌ای بازار بورس تهران جانی بگیرد و سهامداران را به خود امیدوار کند. حسام ایمانی، صدای آمریکا.